سلام، شریفم و این ویژه برنامه جان ملت‌های آسیاست. توی این ویژه برنامه آمار و ارقام کشورهای حاضر در جام ملت‌ها رو مرور می‌کنیم و در قسمت‌های بعد نگاهی به ترین‌ها توی این دوره خواهیم داشت. همونطوری که می‌دونید 23 تیم آسیایی به همراه استرالیا توی 6 گروه 4 تیمی با هم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می‌کنن. این قسمت نه درباره وضعیت فنی تیم‌هاست، نه تاریخچه و نه حتی راجع به آمار فوتبالیه. میخوام آمار این کشورها رو بر اساس معیارهای مهمتری که مربوط به جان ملت هاست بررسی کنیم. چی شده؟ اول بیان یه نگاهی به نمودار جمعیتی داشته باشیم. حدود 4.5 میلیارد نفر از مردم دنیا توی آسیا زندگی میکنن که از همین تعداد بیش از 60% سهم چین و هنده. اگر رقابت جمعیتی رو بین کشورها در نظر بگیریم، چین مدال طلا، هند نقره و اندونزی مدال برنز رو به دست میاره. ایران هم بعد ویتنام توی جایگاه ششم قرار میگیره. حالا بریم نرخ زاد و ولد این کشورها رو بررسی کنیم. فلسطین با جمعیت 5 میلیونی نرخ زاد و ولد بالایی داره و به ازای هر 1000 نفر رکورد 28 رو توی سال 2023 به ثبت رسوند. که خب صاحب پستونک طلایی در رقابت زاد و ولد میشه. عراق با جمعیت 45 میلیونی و تاجیکستان با جمعیت 10 میلیونی با ثبت عدد 27 صاحب پستونک نقره و برنز میشن. نکته دیگه‌ای که توی این نمودار وجود داره، نرخ پایین تولد توی کشورهای با جمعیت بالاست. مثلا ژاپن با جمعیت 125 میلیون نفری اگه نتونه این نرخ رو بالا ببره، تا 30 سال آینده با پیری جمعیت مواجه میشه. آره خب، ولی خب تو نباید خودتو با من مقایسه کنی که آره، تو در حد خودت هم ولی خوبی آره. ایران هم طبق نمودار و بر اساس آمارها با نرخ کاهشی مواجه شده و تازه بخشی از این زاد و ولد رو جمعیت مهاجر از مردم عزیز افغانستان تقبل کردن. مشکل داریم، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. به هر حال از مردم کشوری که با تورم بالا، افزایش فقر و کاهش کیفیت زندگی در تمام ابعاد روبرو هستن نباید توقع زاد و ولد داشت و همین که برای بقا دارن تلاش میکنن جای قدردانی و تشکر داره. وقتشه حالا بریم سراغ درصد نیروی کار. همونطوری که مشاهده میکنید، فلسطین بازوی طلایی رو به خودش اختصاص داده و بعد از اون بازوی نقره‌ای به ژاپن و بازوی برنزی به مردم عراق میرسه. البته اینکه یک کشور نیروی کار جوان داشته باشه ولی کاری برای انجام دادن وجود نداشته باشه خیلی هنر نیست. این مسئله کنار تورم بالا میتونه منجر به افزایش جرم و جنایت هم بشه. خب من خیلی خوشحالم تو با مطالعه وارد این بحث شدی. من خواهش میکنم فقط یه مقدار آمیانش کن که ما بفهمیم پیش بریم بحث. اگه به این نمودار دقت کنید متوجه میشین که ایران با 45% نیروی کار نیاز بیشتری به افزایش نرخ تولد داره تا کشوری مثل ژاپن با 73% نیروی کار. اما خب طبق قاعده اصل بقا، اولویت اصلی مردم ایران حفظ بقا در شرایط بد اقتصادی، محیط زیستی و جمعیه. بعد از آمار نیروی کار بهتره به تعداد بیکاران هم یه نگاهی بندازیم. طبق این نمودار مگس پرون طلایی به همراه یک زنجیر نفیس برای چرخش در سر کوچه به کشور فلسطین میرسه. مگس پرون نقره به اردن و مگس پرون برنزی هم به مردم عراق اهدا میشه. هرچند نرخ بیکاری در اردن ممکنه در بلند مدت به ساختار سیاسی این کشور آسیب بزنه، اما قطعا اوضاع اقتصادی و تسهیلاتی که دولت اردن برای جمعیت بیکار در نظر گرفته تا فشار مالی رو زیاد احساس نکنن میتونه یکی از دلایل آرامش جامعه باشه. جایگاه بحرانی لبنان و سوریه و اوضاع بلا تکلیف این دو کشور قطعا در آینده نزدیک بحران‌های بیشتری رو هم به وجود میاره. اوضاع هندم خیلی جالب نیست، اما حداقل ساختار سیاسی حاکم و امورات اقتصادی با کمترین حاشیه مواجهه. شرایط ایران توی این بخش هم ملودرامه. اگه یادتون باشه 45% نیروی کار در ایران وجود داره که میشه 38 میلیون و 250 هزار نفر. با توجه به 7.9% نرخ بیکاری، چیزی در حدود 3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود داره. البته ممکنه نرخ بیکاری بیش از اینها باشه، ولی ما فرض رو بر صحت این آمار میذاریم و امیدواریم حتی کمتر از این عدد بشه. خب حالا یه نگاهی به اوضاع اقتصادی ملت‌های آسیا بندازیم. ببینیم ایران میتونه بالاخره در ادامه این رقابت‌ها یک مدال کسب کنه. برد و باخت مهم نیست. روسیا مهمه. احتمالاً توی مباحث اقتصادی GDP رو شنیده باشید. به فارسی سخت میشه سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور. خب بحث خیلی ثقیل هست. من خواهش میکنم به ظرفیت من اونقدر فکر نکنید. در حد همین ظرفیت کوچی یه دو تا فوش بده بخندیم دیگه. طبق نمودار قطر با 82 هزار دلار رتبه اول، استرالیا رتبه دوم و هنگ کنگ رتبه سوم رو به خودشون اختصاص دادن. ایران هم با 4234 دلار
در نیمه پایین جدول قرار داره و خب با توجه به شرایط تحریم و تصمیمات غلط اقتصادی انتظار آماری بهتر از این رو نباید داشت. آره دیگه یه غلطی بوده کردیم. وقتی به آمار تورمی میرسیم بالاخره نام ایران میدرخشه. ولی متاسفانه کشور بدون دولت لبنان و کشور جنگ زده سوریه رتبه‌های اول و دوم رو به خودشون اختصاص دادن و ایران در جایگاه سوم قرار گرفته. البته میانگین تورم 40% ایران در سال 2023 با توجه به گرانی‌ها خیلی درست نیست، اما باز همچنان از روی خلوص نیت این عدد رو میپذیریم. تایلند، چین و بحرین توی سال 2023 تورم منفی 1% رو تجربه کردن و جالب بدونید که کشور جنگ زده افغانستان با ساختار قدرت فعلی تورم منفی 9% رو در سال 2023 به ثبت رسوند. اونجا کجاست؟ افغانستان؟ بله ببخشید خط رو خط شده. این شما و این هم کسب افتخاری بزرگ برای ایران. شما شاهد رقابت ملت‌های آسیا در ثبت بی‌ارزش‌ترین پول نسبت به یک دلار هستید. یعنی خاک بر سر کتکله و کتپرت همه شما بکنن. ایران با اقتدار شکر طلایی رو به خودش اختصاص داده و کشورهای ویتنام و اندونزی به کسب شکر نقره‌ای و برنزی بسنده کردن. متأسفانه دلار در برابر واحد پولی عمان، بحرین و اردن رقابت رو واگذار کرده. شاید فکر کنید چرا فلسطین هم در اون قسمت قرار گرفته؟ میدونی سرا به خاطر اینکه مردم فلسطین با دلار آمریکا، دینار اردن و یا شکل اسرائیل مبادلات مالی خودشون رو انجام میدن و خب ما اینجا دینار اردن رو معیار واحد پولی قرار دادیم. وقتی این نمودارها رو مرور میکنیم به یه نکته جالب اما تلخ پی میبریم. اینا تو خلوت با هم دیگه پوش میدن. قطر، عمان، امارات، بحرین و عربستان کشورهای مسلمانی هستند که مردم این کشورها شرایط اقتصادی و رفاهی خوبی رو دارن تجربه میکنن. کشورهای ایران، لبنان، سوریه و حتی عراق کشورهای با اکثریت مسلمانی هستند که مردم کشورشون شرایط اقتصادی و رفاهی خوبی رو تجربه نمی کنن. چیزی نی کمارم بود شکر. وقتی مدل پادشاهی و قبیله‌ای رو توی کشورهای گروه اول می بینیم بیشتر ثبات سیاسی، تصمیمات درست برای افزایش مشارکت جهانی و جذب حداکثری سرمایه برای توسعه زیرساخت‌ها به چشم میاد که خب منابع نفت و گازشون رو برای تولید ثروت و افزایش سرعت توسعه در نظر گرفتن. هرچند جمعیت اغلب این کشورها کمه ولی به هر حال تصمیمات درستی رو به نفع کشور و مردم اتخاذ کردن. وقتی مدل جمهوری رو با دقت توی ساختارهای گروه دوم می‌بینیم در واقعیت به ساختاری می‌رسیم که با حذف یا سرکوب تمامی احزاب مخالفان به حکومت قبیله‌ای تبدیل شدن و خیلی فرق با مدل پادشاهی ندارن. نه تنها با هیچ شرایطی حاضر به ترک صندلی خدمت به خلق خدا نیستن، بلکه حتی حاضر به تقسیم مدیریت کشور با مخالفان هم نیستن. الان باید بریم تو فاز گمگشتگی. کیه؟ مرسی که همراه ما بودین. سینا